خانه کوچک اما پر از عشق. واقعا خونمونو خیلی دوست داریم. اینجا کلبه مهربانی است. من به شوهرم خیلی افتخار میکنم. اینجا منزلگاه زندگی است. کارشون سخته؟ خیلی سخته. با همه سختی هایش. معمولیت هاشون خیلی طولانیه. از هم دوریم. رنج دوری شکیبایی میخواهد. بیشترین مأموریتی که رفتن چند روزه بوده؟ یعنی بیشترین 3 ماه. سبحان الله. خطر پشت در این خانه نشسته است. الله اکبر. الحمدلله. چشم انتظاری دیگر روز و شب نمیشناسد. هر از گاهی من دیگه واقعا کم میارم. باباشا میخواد، بعد بغض میکنه، خیلی هم احساساتیه. اما بانوی این خانه صبور است. همسرتون وارد میشن بعد از 90 روز. اولین جمله‌ای که بهشون میگید چیه؟ ما فقط همو نگاه میکنیم. بس که دور بودیم از هم، همو نگاه میکنیم. مانند این بانو بسیارند. من خیلی کوچیکم. من قطره کوچیکم تو این دریا، ولی میارزه. من خودم عاشق وطنمم. هنرمندانه هنرمند است. هم من هنرمند هستم، هم همسرم. ایشون معرق کار میکنن، بعد طراحی هم میکنن. انگار زندگی را نقاشی کرده. البته من اینو بیشتر دوست دارم. چون کار همسرتون هست. بله. سلام علینا و علی بابا. عهد و پیمانش با خداست. به تعداد هر مأموریت من و قرآن و محمد با هم خاطره ها داریم. راهش را میداند. به هر حال هممون میدونیم که مرزهای آبی کشور ما الان تو خطر هستش. پر از فراز و نشیب است، اما میداند عطر آرامش ارمغان این راه است به تک تک ما. شاید ماها سختی میکشیم که کل مردم ایرانم تو آسایش آرامش باشن. دخترش دلارام 10 روزه بود که پدر رفت. دخترم 3 ماهه بود اومدن. پدر پی در پی در مأموریت است. این سختی 90 روزو واقعا نمیتونم به زبون بیارم. من پشتتم. ببین پشتتم. بله. از جان گذشته است. پدر دریادل است. من اسمم یکم محمد مختزی هستم. مثل همه دریادلان کارم تو زیرایه یونس. مدافع مرزهای آبی ایران اسلامی است. سخت‌ترین زمان میشه گفت که تو دریاست و دیزل ها و روشن، همه دستگاه تو کمپارتمان روشن و سر صدا و گرما، همه چی تو هم با هم اند. برای تهویه کمپارتمان میخوام جهندرم بیاریم تو مدار، آن هم در قلب زیر دریایی موتورخانه. پس قلب تپنده یگان دست شما. بله. به کارش عشق میبرزد. عشق اینه که ایران خیلی دوست. گرمای موتورخانه، صدای آزاردهنده آن، حساسیت های شغلیش او را مردتر و استوارتر کرده. 14 سال است. ما اینجا سیستم برقی کل دستگاه موتورخانه رو داریم. خبری پیش بابا. نااستوار گزارش ما نمیداند میهمان دارد. برای دلارام که عالی میشه. پس بریم. بریم. نمیداند دلارامش اینجاست. زیر پامون قسمت همین بزرگش. قسمت بزرگش. اینجا همه عاشقانه عاشقند. اینجا یکی از سخت‌ترین جای زیردریایی هستش که کار در این قسمت به صورت درازکش به همین شکل انجام میشه و حرارت بسیار بالا همراه با تولید گاز هیدروژن داره. زیر دریا یکی از استراتژیک ترین سلاح‌های جهان هستش و هر کشوری که مجهز به این سلاح باشه از قدرت بسیار زیادی برخوردار است. و یکی از مخوف‌ترین سلاح‌ها و خطرناک‌ترین سلاح‌ها برای دشمن همین زیر دریا هستش. به دریا رفته میداند مصیبت‌های طوفان را. خب آدمای میخواد پرتلاش، سخت‌کوش، با انگیزه، ولایت‌مدار، متعهد، متخصص. و ما چقدر مدیون شماییم، شما که آسایش را بر خود حرام کردید تا آرامش مزه زندگی ما شود. برو بغل مامان، بعد من میبینمت. خدا حافظ.